سلام دوستان، من آرمین زایدی هستم. به ویدیو جدید من خوش اومدید. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و دلتون شاد. دوستان، من خیلی دلم میخواد براتون استارفیلد و نقد و بررسی بکنم. متاسفانه همین که الان روش کلیک کردم دیدم که براش آپدیت اومده. فورتنایت هم براتون میخوام نقد و بررسی کنم. گفتم آقا اشکال نداره، اینو بعدن حالا نقد و بررسی میکنم، برم روی فورتنایت. خواستم فورتنایت رو براتون بذارم، اون از این یکی بدتر و اون هم آپدیت داده بود متاسفانه و الان تنها گزینه‌ای که برام مونده پیدی هست. تک تک بازی‌ها رو به ترتیب براتون نقد و بررسی می‌کنم، بهتون قول میدم، ولی فعلا امشب بپردازیم به پیدی 3، ببینیم این همه چیزی که پشت سرش میگفتن آیا حقیقت داره یا نه. قبل اینکه بریم سر اصل مطلب، خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید و لایک و زنگوله هم یادتون نره، خیلی خیلی عشقید من رو همراه بکنید تا آخر ویدیو. خب اصلا من نمیخوام به هیچ چیز حاشیه‌ای بپردازم، مستقیما میریم سر اصل مطلب. نشته هیست، join a haste and matchmake، مستقیما اینو میزنم، من دیگه کاری ندارم این چیه. یه چیزم بهتون بگم در مورد این گیم، طبق معمول که همیشه سایز گیم رو میگیم، سایز گیم حدود 35 گیگه و فعلا نمیتونم در مورد ارزش دانلود این گیم چیزی بگم. باید بریم با هم دیگه گیم پلی و هیجانی که توی گیم به ما وارد میکنه رو بسنجیم، ببینیم آیا ارزش دانلود کردن داره یا نه. قبل اینکه بریم توی بازی، اینم بهتون بگم، اول بازی بهتون میگه که اکانت باید درست بکنید، اکانت مخصوص پیدی، و من خودم الان توی خاک ترکیه که اینترنتش خیلی بدون مشکل واقعا صاف، پینگ خیلی عالیه. توی یه ویدیو دیگه پینگ گیما رو براتون نشون میدم که چقدر پینگ اینجا خوبه. به طور مثال بخوام بهتون بگم ایپکس لجندز اینجا فرانکفورتش حدود 35 تا 45 پینگش و وارزون حدود 65، واقعا پینگ خوبیه. فورتنایت رو هنوز تست نکردم، ولی با این که اینترنت اینجا بدون مشکله، من بازم توی کرییت اکانت پیده به مشکل خوردم و هی ارور میداد، نمیدونم یه سری ارور مسخره میداد که من مجبور شدم دوباره از بازی بیام بیرون، دوباره بیام تو و کرییت اکانت بزنم، اکانت رو بسازم. به یه چیزی دقت بکنید، اونجا نوشته یوزرنیم و یه جای دیگه نوشته سرنیم، فکر کنم این نیم ها رو با هم دیگه قاطی نکنید، شما باید یوزرنیم رو استفاده بکنید توی ورود. وقتی نوشته یوزرنیم، اون یوزرنیمی که بهش میدید وارد کنید، نه ایمیل. ایمیل ندید بچه ها، من ایمیل میزدم ارور میداد. از یوزرنیم و پسورد استفاده کنید، پس اول یوزرنیم باشه، دومی پسورد و اونجوری وارد بازی میشه. الان چرا این مچ میکینگ نمیکنه؟ بله، بعد چند دقیقه وارد مچ شدیم، واقعا نمیدونم چرا پلیر این گیم خیلی کمه، نمیدونم خوششون نمیاد، ملت دانلود نکردن، هنوز نمیدونم حالا دلیلش. من به من بگید توی کامنت ها. افت اف پی اس من میبینم یه ذره، خدا وکیلی کمی ظلمه، بذار یکم بریم جلوتر بعد من نقایصش رو بگم. اول میخوام از چیزای خوب شروع کنم. الان اصلا من نمیدونم مود گرافیکیش چیه. پرفورمنسه، این آنتی الایسینگه، آپ سکیلینگ نیتیو داریم، کوالیتی داریم، بالانس و پرفورمنس. نیتیو فکر کنم باید بهترین گرافیک رو به ما نشون بده. الان من روی نیتیو هستم، بذارید اینجا تست بکنیم، بعد حالا مودهای دیگر رو هم به شما نشون میدم. این میلیه، خب دکمه ها رو بذار اول ببینیم چجوریه. بله، رزولوشن اول از همه، رزولوشن یه چیزی شبیه، یه چیزی بین 1080 و 2K، 2K نیست به هیچ عنوان، 2K خالص نیست. هر سایتی هم بنویسه 2K باور نکنید، 2K خالص نیست. با چش دارم میبینم دیگه، 2K خالص نیست و یه چیزی بین 2K و 1080، ولی بیشتر به 2K نزدیکه. چکربوردم توش استفاده شده، این کامیون الان قشنگ معلومه چکربورده، تکسچرش اینجوری راه راهه، چکربورد تقریبا معمولی استفاده کردن، زیاد خوب نیست ولی بد هم نیست، یعنی نزدیک به 2K. تجربه رزولوشنی که به ما میده نزدیک به 2K هست. این جعبه رو باز کنم ببینم چی توشه. EMP. خب بریم جلوتر، تکسچر رو بخوایم با هم دیگه بسنجیم. تکسچر معمولی توی هر گیمی میتونید این سری تکسچرها رو ببینید، مثلا تورش معمولیه، بعد لبه این دیوار آنتی الیاسینگش زیاد خوب نیست. بذار اینجا تنظیمات آنتی الیاسینگ هم داشت، ببینید آنتی الیاسینگ البته تلفظ اصلیش،
اینجا FXAA داریم، آف داریم و پرفورمنس و کوالیتی هم داریم. من روی کوالیتی الان تنظیم میکنم. بله، آنتی الیاسینگ واقعا رفت بالا و قشنگ احساس میکنم، مخصوصا توی این شیء نارنجی که اینجا هست، ولی احساس میکنم پرفورمنس گیم رو آورد پایین. بله، افت FPS چسبوند به گیم. من الان باختم، اینقدر پرداختیم به چیزای مسخره و گرافیکی، الان من باختم، اشکال نداره، من ریستارت ریویل میکنم و مرحله رو با هم دیگه ادامه میدیم. بیشتر من این دفعه گیم پلی رو میخوام به شما نشون بدم. اوکی، EMP رو برداریم و بریم چیزی که نوشته رو انجام بدیم. ببینید الان آنتی الیاسینگ رو فعال کردم و افت FPS قشنگ چسبیده به. او مای گاد، من نتونست، باید مخفی کاری بکنی یا توی پیده همش مخفی کاریه، ولی من الان اینجا من نمیدونم چرا همه فهمیدن موقعیت منو، همش مخفی کاریه بچه ها، همش. این گیم به اینش میچربه که شما مخفیانه بری جلو، مخفیانه قتل عام بکنی و مأموریت رو کاملا به صورت محرمانه و مخفیانه به پایان برسونی، که من متاسفانه اینجا یه علمشنگی به پا کردم که همه الان دنبال منن. فکر کنم من مود گیم رو عوض کردم، اون مود قبلی فکر کنم یه سری مأموریت های عجیب غریب داشتش که من حوصله نداشتم انگلیسیشو بخونم. میریم جایی که فقط بزنیم بکشیم بریم جلو. بله، وارد مود مشهور شدیم که همه این مود رو میذارم معمولا توی تویچ و یوتیوب هم این مود رو نقد و بررسی میکنن. بریم با هم دیگه ببین. خدا رو شکر هر چهارتاشون ردی رو زدم. من چند بار مچ میکینگ انجام دادم، اون اسکولایی که با من مینداخت ردی رو نمیزدم، بعد اونا رو پرک میکرد بیرون، کیک میکردم. الان اینجا یه بانکیه که باید بریم سرقت بکنیم. FPS حدود 35 تا 40 زیاد عجیب غریب نیست، FPS اصلا ثابت نیست و یه FPS معمولیه. Don't take another step, pal. Oh my god. Don't even flinch. فهمیدم. The door through the gate is magnetically sealed. Make sure you take out the power. بله، ماسکا رو بذار. الان فقط بکش، بگیر، غارت کن و فرار کن. Oh shit. Everybody listen. پولا کجاست؟ فقط به من پول بدید من فرار کنم. خداحافظ. اینا کین؟ او مای گاد، چی شد؟ به خدا من نترکوندم، من فقط شلیک کردم. پولا کجاست؟ پول؟ من الان دست خالی اومدم بیرون، یعنی اون گاف صندوقی که باید بریم غارت کنیم کجاست؟ او مای گاد، داریم میبازیم بچه ها، داریم میبازیم. من هیچی بلد نیستم، هیچی، ولی گیم باحالی ها، قشنگ الان منو سرگرم کرده، دارم دنبال گنج میگردم. گنجی که نیست. کو؟ یه ثرمایت رو باید بذاریم روی والت خزانه. نه، باگ گرفته. پشمام. چرا باگ گرفت؟ What the fuck؟ نه. من گیر کردم. من نمیتونم هیچ کاری بکنم. پشمام. چرا اینجوریه؟ نه، فرار کن. من چرا نمیتونم هیچ کاری بکنم؟ What؟ چرا آخه؟ واقعا دلسرد شدم از این گیم.
صدای گیمم که گیر کرده. واقعا متاسفم. این یه گیم چرت و مسخره‌ایه که همون اول کار من باگ گرفتم، نمیتونستم هیچ کاری بکنم. گیمای دیگه باگ میگیرن ولی لااقل میتونی از اون باگ بیای بیرون. هر چقدر من سعی کردم از اون جایی که گیر کرده بودم نتونستم بیام بیرون. همه هم ریختن سرم. بعدش صدا اینجوری گیر کرد. مرد حسابی، یک گیم رو اگه نمیتونی آپتیمایز بکنی نده بیرون، نده بیرون، اینجوری میرینی. واقعا دل سر شدم. این یک گیم چرت و پرتیه که همین الان میخوام حذفش بکنم. پس نتیجه میگیریم که اصلا ارزش دانلود نداره و بی خودی حجم اینترنت خودتون رو، مخصوصا الان که اینترنت خیلی گرونه، هدر ندید و بازی بعدی حتما براتون انشالله نقد و بررسی انجام میدم روش، که اونم یا استارفیلد یا فورتنایت. فعلا که واقعا حالم به هم خورده، میخوام هرچه سریع تر اینو حذف کنم. مرسی، واقعا مرسی از همتون که من رمرایی کردید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پیس اوت.